به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. با نقل از فیسبوک جنبش ملی اسلامی افغانستان، پیام همدردی الحاج باطر دوستم رئیس شورای مرکزی حزب جنبش ملی: با تأسف فراوان اطلاع حاصل نمودم که 9 تن از نیروهای اردوی ملی به شمول سراج الدین خلق، پسر محترم الحاج محمود بای، عضو کمیته سیاسی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، در اثر حمله گروه طالبان در منطقه مرغلی ولایت کندز جام شهادت نوشیدند. انا لله و انا الیه راجعون. این حمله را با شدیدترین الفاظ نکوهش کرده، مراتب همدردی خیش را حضور خانواده های شهدا و جناب حاجی صاحب محمود بای ابراز می دارم. انجام این گونه حملات غیر اسلامی و انسانی و همچنان در مخالفت آموزه های دین مبین اسلام می باشد. این حمله در حال صورت گرفته که ما اکنون در آستانه گفتگوهای صلح بین الافغانی قرار داریم و انجام چنین حملات نه تنها که بر پیکر این روند آسیب می رساند، بلکه اعتبار مردم را نیز نسبت به گروه طالبان کاهش می دهد. من یک بار دیگر مراتب غمشریکی خیش را با خانواده های شهدا بیان نموده، جای شهدا را بهشت برین و به بازماندگانشان صبر جمیل و اجر عظیم تمنا دارم. و همچنان صدیقی: طالبان از هیچ قومی نمایندگی نمی کنند. سخنگوی حکومت افغانستان از طالبان خواسته است تا این گروه از جنگ دست بکشند. با گزارش اسپوتنیک، صدیق صدیقی سخنگوی حکومت افغانستان گفته است طالبان باید واقعیت‌های امروز افغانستان را درک کنند و از جنگ دست بکشند. آقای صدیقی در صفحه تویتر خود گماشته است بهتر است تا طالبان واقعیت‌های امروز افغانستان را درک کنند. طرف اصلیشان دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که از اکثریت قاطع مردم افغانستان نمایندگی می کند. اظهارات اخیر طالبان متاسفانه ادامه بهانه‌جویی و وقت‌کشی آنها در پروسه صلح است. سخنگوی حکومت افغانستان نیز افزود پس از رهایی خطرناکترین اعضای گروه طالبان هیچ بهانه نزد طالبان باقی نمانده است. وقت آن رسیده تا این گروه که نمایندگی از هیچ بخش از ملت ما نمی کند از خشونت دست کشیده و خواست مردم افغانستان را برای ختم جنگ بپذیرند. در همین حال گروه طالبان در واکنش به گفته های آقای صدیقی اعلام کردند که آنان حکومت فعلی افغانستان را به حیث یک نظام نمی شناسند. پیش از این سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در یک مصاحبه با روزنامه ایرانی همشهری طالبان را پیروز جنگ 20 ساله افغانستان دانسته و تاکید ورزیده که این گروه به هدف ایجاد یک نظام اسلامی در افغانستان در میز مذاکرات بین الافغانی با تمام جهت‌های افغان حاضر خواهد شد. رئیس جمهور غنی پنجشنبه شب 23 اسد نیز در نشست شورای روابط خارجی امریکا که توسط ویدیو کنفرانس برگزار شده بود تاکید کرد که دولت و مردم افغانستان با تایید کردن آزادی 400 زندانی طالبان بهای سنگین برای برقراری صلح و ثبات در این کشور پرداختند. آقای غنی در این نشست بار دیگر از گروه طالبان خواست به گفتگوهای مستقیم با هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان را آغاز کند، زیرا ادامه جنگ و خشونت راه حل نیست. او گفته بود اگر طالبان خواست مردم افغانستان برای آمدن صلح را نپذیرند، مسئولیت ادامه جنگ به دوش آنها بوده و محکوم تاریخ خواهند شد. این گفتگوها در حال رد و بدل می شود که در آغاز هفته گذشته به منظور بحث و مشورت در مورد آزادی 400 زندانی طالب لوی جرگه مشورتی برگزار شد. این جرگه فیصله کرد تا زندانیان خطرناک طالب آزاد شوند.
و همچنان پیام تبریکی وزیر خارجه روسیه به مناسبت فرارسیدن سال روز استقلال افغانستان. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه با فرستادن پیام 100مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان را تبریک گفت. با گزارش سپوتنیک، محمد انیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان بعد از ظهر روز شنبه 25 اسد با دیمیتری ژنوف سفیر روسیه در کابل ملاقات کرد. در آغاز سفیر روسیه در کابل پیام تبریکی سرگی لاروف وزیر امور خارجه کشور مطبوعش به مناسبت 100مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان را به وزیر امور خارجه تسلیم کرد. در پیام تبریکی آقای لاروف افغانستان دوست تاریخی دولت و مردم روسیه خوانده شده و با اشاره به روابط تاریخی میان دو کشور و یادآوری اینکه روسیه نخستین کشوری بود که استقلال افغانستان را به رسمیت شناخت، برگسترش و تقویت هرچی بیشتر همکاری ها میان کابل و مسکو تاکید شده است. آقای ادمر با ابراز سپاس و امتنان از دریافت پیام تبریکی همتای روسش از احساسات و تمنیات نیک موصوف ابراز سپاس و امتنان نموده و بر گسترش و تقویت هرچی بیشتر روابط میان دو کشور تاکید کرد. او ضمن تشریح آخرین تحولات پیرامون روند صلح افغانستان، رهایی زندانیان، کاهش خشونت‌ها و میکانیزم نظارت بر آن و همچنان نقش روسیه در روند صلح افغانستان صحبت کرد. در اخیر آقای اتمر با اشاره به دیدگاه رئیس جمهور غنی در پیوند به اهمیت تعمیق و گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای منطقه، تقویت همکاری‌های سیاسی و اقتصادی میان کابل و مسکو را برای افغانستان مفید و سودمند خواند. در پیام تبریکی آقای لاروف افغانستان دوست تاریخی دولت و مردم روسیه خوانده شده و با اشاره به روابط تاریخی میان دو کشور و یادآوری اینکه روسیه نخستین کشوری بود که استقلال افغانستان را به رسمیت شناخت، برگسترش و تقویت هرچی بیشتر همکاری های میان کابل و مسکو تاکید شده است. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.